خب آخرین جمعه امسال علیرضا. بله. سلام. سلام. خوبی؟ ما همگره دیدیم باشیم. دقیقا. امروز علیرضا دیر رسید به برنامه. البته. ترافیک. آره. اینجا خیلی ترافیک. خیلی ترافیک. ساعت 12:01. آره. واقعا میدونم. میدونم. خیلی ترافیک زیاده و. خوش گذشت بدونه ما. قربونت. آره. آره. نبودی دیگه. اینجوری پنجره رو بلند نمی‌کنم. بله شما رو. شیطنت نمی‌کنم. خب چه خبر؟ سلامتی. اینجا دیدی چقدر شلوغه. چقدر برنامه هست و اینا. جا تو خالیه. اینجا علاوه بر برنامه های فستیوال، خود مجموعه اینجا هم یه برنامه برای مارش بره که بچه ها گذاشته و اون گوشه یه عالم صندلی چیدن اون طرف و هر روزی یه برنامه دارن. یه دفعه برنامه ساینس، آزمایش شیمی انجام میدن، آزمایش فیزیک انجام میدن. اون دفعه هم من دیدم که دوتا دختر خانم زیبا داشتن میرقصیدن، نمیدونم چی بود من. حالا خلاصه که نمیدونم که جریان چی بود، ولی هر روز اینجا یه برنامه هم برای بچه هست. علاوه بر این که اون ساختمون بغل اصلا ستاپ کردن پارک بازی و در واقع قصه گویی و جایزه و شعر و یه عالمه برنامه های مختلف برای بچه هام تدارک دیدن که بچه های عزیزم وقتی که مادر و پدرشون میان اینجا یه دوری بزنن، اونا هم بتونن اونجا بازی کنن و بر نزنن دیگه. نوروز با تمام مخلفات. بله نوروز. پکیج کامل ما داریم. واقعا پکیج کامله. اگه حوض کردین که برقصین شب ساعت 6 به بعد بیاین برقصین. بله. اگه دوستان بچه هاتون بازی بکنن از ساعت 10 صبح بیاین، بچه ها میتونن بازی بکنن. بله. بعد والنتیر هم هست که بچه ها رو نگه میداره. اصلا دیگه از این بهتر نه. آره آره اینش خیلی خوبه به خاطر اینکه مجبور نیستن که خودشون همونجا بمونن. البته دیگه داره تموم میشه دیگه، فردا آخرین روزه. آره. یه نقطه مشترکی که من توی مصاحبه ها دیدم برام جالب بود این که همه میگفتن این فستیوال خیلی منظم و خیلی مرتب بوده و همه میگفتن خیلی شاده. واقعا همینجوری هست؟ آره واقعا هست همینجوری. تو مدت زمان کوتاه‌تری هستی اینجا، ولی من که تقریبا از ظهر به بعد اینجا میمونم واقعا حال هوا خیلی متفاوته. من حالا تجربه این که توی بقیه مراسم ها مثلا به این طولانی مدتی باشم ندارم، ولی این خیلی فرق میکنه. همه در حال بگو بخند هستن و هر کی به اون یکی میرسه یه چیزی میگه و با هم دیگه میخندن. و بعد خیلی جالبه که از هر غرفه ای میری یه چیزی و خرید کنی همه میگن حالا باشه اینو بردار اینم کادو ببر. نه اینکه حالا منو بگم شبیه ایران. نه بس آره فکر کنم مثل سیستم ایران بعضی از خرید بعضی از جنسا بشه چونم بزنی، ولی اینقدر آخه خودشون خوش برخوردن و اینقدر خوب برخورد میکنن. و من تقریبا هر جایی که رفتم، نه تنها به من که حالا بگم اینجا مشغول هستم، به کسایی هم که از بیرون میان و تازه اومدن حالا یه نگاهی میکنن، هم هر چیزی که میخری یه چیزی هم بهت کادو میدن. آره آره واقعا خیلی خوبه. بعدش هم که مثلا اون روز من نون میخواستم از اون بالا مثلا یه تیکه مثلا نون گرفتم، هر کاری کردم نه 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 باید ببر. یعنی کلا مدل یه جوری دوستانه و فامیلیه. اینجا ایرانه خلاصه. آره ببین آخه آره ایرانه درسته، ولی ایران یه مدل فامیلی نه درست. مدل مثلا درست. بازاری که مثلا تو رهگذری اون مدلی باید رفتار نمیکنه. تعدادمون خیلی زیاد نیستش، جمعیت آره ایرانیان تورنتو زیاد نیستش نسبت به ایران، یه جورایی هم ما فامیلیم دیگه، یه نقطه مشترک داریم، زبون رو مشترک میتونیم خوب ارتباط برقرار کنیم، به خیال راحت میگیم عیدت مبارک، طرفت میفهمه عیدت مبارک یعنی چی، وقتی میگیم که 5 دلار رو من ارزون تر بده میدونی که قضاوت تو قیمت هم میگی قیمت هم میگم. آره خلاصه خوبه، خیلی خوش میگذره. بعدا یادم باشه که برنامه عادیمون توی استودیو شروع شد در این مورد از تو بپرسم که خیلی شونه زدم. آره اصلا باید حتما یکی از سوژه های برنامه مون در مورد چانه زنی و این در واقع تخفیف گرفتن های مدل ایرونی باشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم که هممون هم خاطره داریم ازش و هم کلی
خندیدیم سرش. خیلی خوش میگذره. بعد یه هرس میخورم، بعد یه خیلی جدی این قضیه بهشون. بهشون مزه نمیده اگر که بدون تخفیف آره خرید کنم. معمولا مثلا مغازه‌دارا 20% قیمتا رو میبرن بالا که چونه بزنی بیارم پایین شما راضی بری بیرون. اینم به هر یه روش جدیده. البته اینجا نه واقعا اینجا اینطوری نیست. یعنی مقایسه کنی با قیمتای بیرون میبینی که اینطوری نیست. خیلی ها هستن که کار دست خودشونه. یعنی مثلا واقعا نمیشه قیمت گذاشت رو بعضی از کالاها، چون واقعا با عشق درست شده، هر کدومش یونیکه، هر کدومش منحصر به فرده. و در هر صورت بازم توصیه میکنم که اگه تو تورنتو هستین و وقتشو دارین حتما بیاین سر بزنین، لذت میبرین. خب ما هر روزم یه سبزه از این غرفه‌ای که سبزه و وسایل سفره هفت سین دارن قرض میگیریم برای اینکه متنوع باشه بله. میزمون بعد بله. امروز میبینی این رنگی. خیلی جالبه آره رنگی آره هنوز کاملا در نیومده و خیلی خوشگله. در صورت میتونن بیان از اینا هم خرید کنن حتما. تو تو شام هم امروز گذاشتی من دقت آره اینا رو من از بالا با طبقه بالا یه غرفه‌ایه که اونم کارهای دست درست میکنه و خیلی هم کاراش قشنگه. تابلو داره و یه سری چیزای دکوری داره و چراغ و آباژور و اینجور چیزا داره که درست میکنه. من دیروز داشتم رد میشدم گفتم یه این چقدر خوشگله، این برای برنامه ما مناسبه. آره اشکال تو شمه آره. بعد اینا رو همینجوری به صورت کادو داد به من برای برنامه. انشالله توی استودیو شماش هم روشن میکنیم و آره استفاده میکنیم از این قضیه. خب قراره که یه مهمان عزیز دیگه بیاد و در برنامه یک فنجان قهوه با تو بشینه و صحبت کنه. من فعلا میرم بیرون که علیرضا با مهمون باشه. قبلش هم یه موزیک ببینیم و برگردیم. خدا حافظ.